درود، با اپیزود ششم قالب‌های تزریق پلاستیک در خدمتتون هستیم. مبحث این اپیزود مبحث مهم راهگاه است یا سیستم تغذیه قالب‌های تزریق پلاستیک. عموماً ما سه دسته تیپ راهگاه داریم یا سیستم تغذیه داریم. اولیش راهگاه‌های سرد یا کولد رانر هستن که خیلی عمومیت داره، تکنولوژی اصیل و قدیمی قالب‌های تزریق پلاستیک هست. دوم راهگاه‌های گرم یا هات رانر هستن که تکنولوژی جدیدتری هست و حالا توضیح میدم تفاوت‌ها، مزیت‌ها، محاسنشون و معایب اگر دارن نسبت به هم دیگه. و سومی تلفیقی از راهگاه سرد و راهگاه گرم که معمولا در قالب‌ها دیده میشه که اونم خدمت رو توضیح میدم. راهگاه سرد بدون واسطه و بدون هیچ تجهیزاتی نازل دستگاه تزریق مستقیماً به روی اسپرو یا بوش تزریق یک قالب قرار میگیره و وقتی که ملت مواد یا مذاب مواد پلیمری از سر نازل بیرون میاد، نازل دستگاه تزریق بیرون میاد و وارد قالب میشه، از همون لحظه شروع میکنه به سرد شدن و دماش از دست میده. چرا؟ چون با المان بوش تزریق و بعد در راهگاه های جوب شکل قالب قرار میگیره با یه فولادی که خب فولاد نسبت به نازل و دستگاه تزریق دمای پایین تری داره، هیچ المنت و هیچ گرم کننده‌ای درش وجود نداره. پس به محض اینکه وارد بوش تزریق میشه شروع میکنه به سرد شدن و این راهی رو که میخواد با تحت فشار طی کنه تا برسه به حفره و حفره را کامل فیل انجام بشه، پر بشه، همینجور مرتب داره دما رو از دست میده و شما باید تو طراحی قالب و دمای نازل دستگاه تزریق ستاپی رو داشته باشین، طرحی رو داشته باشین که این دما به از حداقل دمای لازم برای فلو یا برای جریان یا سیالیت مذاب جلوگیری نکنه تا بتونی یه قطعه کامل، تمیز و بدون نقص رو به شما بده. در قالب‌های سرد، راهگاه سرد، همونجور که در ویدئوی قبلی هم گفتم، از قسمت نازل یعنی از ابتدای بوش تزریق قالب تا جایی که گیت هست یعنی ورودی به حفره قالب هست، این مواد پس از سرد شدن و خروج از قطعه ضایعات حساب میاد. اینکه حالا ریسایکل داره یا نه یه بحث دیگه است، ولی مواد نو با هر بار ملت شدن و سرد شدن خب خاصیت خیلی خواص خودشون رو از دست میدن، بستگی به جنس مواد داره. مثلا در مورد پت این ضایعات دیگه ریسایکل نداره، ولی در مورد پلی‌اتیلن میشه 4-5 بار اینا ریسایکل کرد با کیفیت‌های پایین‌تر. هر سری که ریسایکل میشه خب کیفیتش میاد پایین و خصوصیات اون پلیمر افت پیدا میکنه و اون قسمت ناز اسپرو و راهگاه هم ضایعات حساب میشه. از طرفی تو راهگاه گرم چون شما یه مسیر رو از اسپرو تا گیت دارین توی قالب که هم دما از دست میده، هم فشار از دست میده، فشار تزریق از دست میده، قطعاتی ظریف و دقیق با ضخامت کم و دقت بالا، تورانس بالا خیلی سخت در بهش میشه رسید. چرا؟ چون واقعا قابل کنترل نیست اون قسمتی که مواد مذاب وارد اسپرو و بعد راهگاه میشه. خیلی شرایط دمایی جوی، شرایط متریال، خود متریال پلیمر
افزودنی‌هایی که بهش می‌زنیم، طرح قطعه، طرح اسپرو و راهگاه خیلی توش نقش دارن. البته با نرم افزارهای تحلیل تزریق مثل مولتفلو میشه خیلی اینها رو کنترل شده و حساب شده و مهندسی کار کرد، ولی باز هم درگیر و دستخوش یه سری متغیرهای غیرقابل پیشبینی میتونه باشه. پس راهگاه سرد دو تا عیب بزرگ داره. اولین عیب بزرگش اینه که خیلی قابل کنترل نیست اون قسمت اسپرو و راهگاه و گیت. حتی دوم این که یه چیزی حدود 10-20% امکان داره حتی ضایعات مواد پلیمری داشته باشیم که تو هر سیکل تزریق مورد استفاده جهت اون قطعه اصلی ما نیست. یه نقشه انفجار از قالب با راهگاه سرد یا کولد رانر هست، یه قالب کلاسیک ساده که اجزای تزریق، یه بوش تزریق هست اینجا و رینگی تزریق، و همجور که تو نقشه برش ببینیم این بوش تزریق، نازل تزریق میاد روش منطبق میشه و ملت مواد وارد این اسپرو میشه، از این راهگاه ها وارد و این گیت های مستقیم وارد حفره قالب میشه که یه تیپ قالب سرده ساده هستش. در ادامه ویدیوهایی از سمپل های قالب های سرد و درخت راهگاهی و قطعی رو ملاحظه می فرمایید. و اما راهگاه گرم. راهگاه گرم میاد این فاصله از نازل تا گیت رو حذف میکنه و به جاش با گذاشتن یه تجهیزاتی مثل منیفولد گرم یا نازل گرم یا تلفیق از منیفولد و نازل گرم، مذاب، دمای مذاب رو از سر نازل تا جایی که گیت وارد حفره قالب میشه حفظ میکنه.
یعنی ما در قالب های راهگاه گرم یه تجهیزاتی اضافه میکنیم که این دما و فشار افت پیدا نکنه تا لحظه‌ای که وارد حفره قالب میشه. پس اسپرو و راه و جوهای راهگاهی حذف میشه و مستقیم نازل گرم میاد و وارد حفره قالب میشه. خب طبیعیه، تصور کنید هم فشاریه که ماشین PLC مانیتورینگ دستگاه تزریق نشون میده، هم دما، دماییه که از سر نازل اومده بیرون، پس خیلی کار قابل کنترل تره و چون نیازی نیست این افت فشار رو در راهگاه سرد با بردن بالای فشار سر نازل تزریق تأمین بکنه، ماشین تزریق هم راحت تر، یعنی از فشار کمتری نیاز داره استفاده کنه، از دمای کمتری نیاز داره استفاده کنه، هم مصرف انرژی پایین تری خواهد داشت، هم در واقع به کیفیت و در کمتر شدن پرت کمک میکنه برای تولید خوب. در قالب های راهگاه گرم که تشکیل شده از یه منیفولد گرم یا بلوک گرم و بعد نازل های گرم، ما تقریبا هیچ پرتی نداریم، چون تزریق اول که انجام میشه از سر نازل تو حفره انجام میشه، تزریق دوم دوباره از سر حفره توی نازل تشکیل میشه و هیچ درخت راهگاهی و اسپرویی در کار نیست. مثلی میمونه که شما یک قالب تک حفره ساده داشته باشین و مستقیما سر نازل تزریق دستا بگذارین، پس هیچ راهگاه و اسپرویی نخواهیم داشت. پس این تیپ قالب ها، یعنی قالب هایی که از سیستم راهگاهی گرم استفاده می کنن، حداقل 15-20 ساله که عمومی شده و کشورهای مهمی که از قالب سازی، صنعت قالب سازی برتر استفاده می کنن و معروف هستن تو دنیا، حتی برای قالب ساده که نیازی به فشار و دمای کنترل شده یه خاصی هم نداره، از راهگاه گرم استفاده میکنن، صرفاً به دلیل اینکه اون 10 یا 15% پرت رو حذف کنن، سرعت تیراژ رو ببرن بالا، یعنی سایکل تایم تزریق رو ببرن بالا و یه قالب اصولی تر و مهندسی تر اصطلاحاً داشته باشن. پس راهگاه گرم تکنولوژی برتر نسبت به راهگاه سرد در قالب های تزریق هست، که خب به طب معمولا برای قالب 4 حفره‌ای که الان ما مثالش رو زدیم برای مشخص شدن و تفهیم بحث، اگر 100% هزینه های ساخت قالب رو در نظر بگیریم، یه بلوک، یه منیفولد گرم 4 نازله با یه یونیت کنترلی که کارش کنترل و تغییر و تنظیم دما و اینها هست، یه سوده 15-25% قیمت قالب رو در بر میگیره. یعنی اگر این قالب 100 میلیون تومان هزینه ساختش باشه، 15-25 میلیون تومان هزینه فقط تجهیزات هات رانرش هستش. پس تو برآورد قیمت تمام شده برای قالبی که قرار یه تیراژ محدودی داشته باشه و بعد گذاشته بشه کنار، خب منطقی نیست که از یک سیستم راهگاه گرم استفاده کنی، ولی برای قالب‌های تیراژی که قرار سالها و میلیونی تولید داشته باشن، بدون شک توجیه اقتصادی خواهد داشت. ما در جلسه بعدی میریم سراغ اجزاء تشکیل دهنده یک قالب تزریق پلاستیک و روش های طراحی، اورینتیشن قطعه، مختصات گیت ورودی، تیپ انواع گیت، تیپ انواع راهگاه در راهگاه سر و عموماً توضیحاتی که داریم میدیم مبنا رو بیشتر میگیریم قالب های کلاسیک، یعنی قالب های استاندارد راهگاه سر، که خب با راهگاه های گرم خیلی متفاوت نیست از نظر طراحی اینها. ما اینجا یک قالب
چهار حفره راهگاه گرم را داریم که از منیفولد گرم و چهار تا نازل تشکیل شده. توی نقشه انفجاری اون المانه آبی رنگ منیفولد و پلی منیفولده و اون نازلام تو این برش دوتاش مشخص هستش که منیفولد گرم شامل یه سری المنت و ترمومتر و تجهیزات مانیتورینگ و تجهیزات گرم کننده هست و نازلام که معمولا جز قطعات ساخته شده و استاندارد به دست ما میرسه هم به همین شکل هستش. این منیفولد گرم همجور که توی این ویدیو میبینید اون قسمت بلوک اچ شکل آبی رنگ هستش که در قسمت ثابت قالب قرار میگیره و نازل ها هم تو این برش مشخص هست که با یه مونتاژ درست حساب شده و دقیق نیازه که شما بتونید به هر حفره جداگانه یه نازل گرم رو در واقع برای تغذیه در نظر بگیرید. اینجا گیت رو میبینید، گیت نازل گرم که وارد حفره قالب شده و اجزای در واقع مورد لازم برای یه قالب راهگاه گرم منیفولد گرم، نازلای گرم، تجهیزات مانیتورینگ و ترمومتر و المنت ها و اون سوکتی که در کنار قالب میبینید برای ارتباطش با یونیت کنترل سیستم هات رانر هستش. نوع سوم سیستم راهگاهی تلفیقی از این دوه که معمولا قالب هایی که به صورت خوشه ای هستن، اینجوری یعنی چیدمان حفره قطعات ریزی هستن. شما هر مثلا 4 تا یا 5 تا حفره رو با یه راهگاه سر به صورت خوشه ای در واقع دیزاین میکنید. 10 تا خوشه 5 تایی مثلا میشه 50 حفره، برای قطعات ریز استفاده میشه و بعد سرخوشه ها رو به نازل های گرم وصل میکنید. یعنی تلفیقی میشه از راهگاه سرد و راهگاه گرم که خب هم از راهگاه سرد خیلی بهتر از نظر فنی و اقتصادی بودن، هم از راهگاه گرم یکم پایین تر از این دو آیتم مهم. در خدمت شما هستیم با ویدیوهای آموزشی قالب‌های تزریق پلاستیک. از حمایتتون ممنونم. به دوستانتون کانال منو معرفی کنید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.